شرمنده، امروز یکم سرم شلوغ بود. من شرمنده هم. نمیخواستم تا فردا صبر کنم. خیر باشه. من به خاطر یادگار اومدم اینجا استاد. من به خاطر یادگار اومدم اینجا استا. یادگار؟ آره یادگار. اون به روی خودش نمیاره ولی کارش راحتم نیست دوستم. تنهایی بچه بزرگ کردن سخته. منم این مسیر رو طی کردم. یادگار که تنها نیست آشاین. درسته تنها نیست. شما کنارشین. ولی ممکنه در روزای پیش روی موقعیتی پیش بیاد که ناراحت بشه. چه موقعیتی؟ هر چیزی ممکنه. یا شاید هم تصمیم بگیره که دوباره تشکیل خانواده بده. خب. میخوام بگم که من اینجا. حاضرم کنار یادگار باشم. ببینید آقا شاه اینجا. درست نیست که ما بدون حضور یادگار در این مورد صحبت کنیم. اگه قرار از این صحبت ها بکنیم دو طرف هم باید راضی باشن. اگه بخوای من ازش بپرسم ببینم راضی هست یا چیزی بهش نگو. همین که خودت بدونی کافیه. وقتش که برسه خودم بهش میگم. ولی میخوام وقتی با یادگار صحبت میکنم تا هم از قضیه خبر داشته باشی. دلم نمیخواد پنهانکاری کنم استاد بهاءالدین. تا قسمت چی باشه؟ دمه عارفه گرما. اگه اون نبود نمیتونستیم بیایم یه همچین جایی. ساحل همون جوریه، اصلا عوض نشده. نه عوض نشده. قبلا اینجا پف فیل میخوردیم، یادت میاد؟ مامانم چون لاغر بودم روشون شکر میریخ بخورم که چاقشم. بچگیاتون رو تعریف میکنه دیگه نه؟ جیلان؟ عارفه کجاست؟ همینجا بود، رفت یه چیزایی بخره. الان میاد دیگه پسر، نگران نباش. همه وسایلامون اینجاست، کجا گذاشت رفت آخه؟ رفته یه چیزی بیاره دیگه، شاید یه چیزی رو جا گذاشته. ماهی؟ ها آبالبالی تو ماشینت داری؟ دارم. الان میارم، تو چیزی نمیخوایی داداش؟ نه ممنون داداش. اوضاع چطوره؟ عملیات انجام شد. به نظر تو فهمیده؟ نمیتونم.
این دیگه چیه؟ آبال بالو رو ولش کن، در جعبه رو باز کن. عارفه، آها، میخواد غافلگیرم کنه. حالا سمت چپتو نگاه کن. نگاه کردم. نشونه ها رو بخون. یعنی میگه باید برم. نورا رو تعقیب کن. آها، باید شما رو تعقیب کنم. به نظرت دید؟ نه هنوز. بیا. خوشت اومد؟ خوشخنده من. ماهگردمون مبارک. ماهگردمون؟ همون روزی که رفتیم آهنگ خوندیم دیگه. اگه میخوای اسمشو بذار عشق. این دیگه چیه؟ تو چی کار کردی خوشخنده من؟ اینو تو یه فیلمی دیده بودم. هدیه ای تو از فیلم هم قشنگ تره. او رو برنج نوشته عارفه و ماهر. بیا ما هم مثل همون اسمای روی دونه برنج باشیم. هیچ وقت از هم جدا نشیم. همیشه پیش هم باشیم. باشیم خوشخنده من. بندازش گردنم. کجا داری میریم داداش جیوان؟ یه جایی خیلی قشنگ شاهزاده خانم. خب کجا؟ کجا؟ یه جایی که تو باید ازمون مراقبت کنی. اونجا خیلی بهت نیاز پیدا می‌کنه. مامان، مامان. خوش دیب. باز زواتو گنده کن ببینم. گنده کن، گنده کن، گنده. چطوره؟ ببینم. به نظر من که خوبه. ولی به نظر من یکم ضعیف. آه نه. خیلی خوب باشه. به نظر من تو برای انجام وظیفه آماده ای. چی شده ماما؟ از دست کیا باید نجاتتون بدم؟ از دست کیا؟ دزدای دریایی. کجا؟ این دیگه چیه داداش؟ قایق شاهزاده خانم. میخوایم چارتایی بزنیم به دل دریا. آخ جون. وایسا وایسا خوشتیب. وایسا ببینم. بیا اینجا. آها. بدون نقاب دزدای دریایی که نمیشه. آها. حالا شد یه دزد دریایی خطرناک. بیا بریم. بیا. بیا خوش تیپ من بیا. آها. خب آروم باش. تو هم بیا برو تو. خوش اومدید. سلام. ممنون. خوش اومدید. من میگفتم آقا شاهین از یادگار خوشش میاد ولی شما میگفتید نه. طرف سرش تو کار خودش بود، ما از کجا میتونستیم بفهمیم؟ بهایدین خیلی با دل و جرأت اومده روبروی تو نشسته، گفته از یادگار خوشم میاد.
پس نیتش جدیه. آره، وقتی همتون باز شده همه. چیک؟ چی؟ هیچی، بهاءالدین یه مسئله دیگه هم بود. چه مسئله ای؟ ها چیک، زشته دختر، شرمنده همه. ای خدا، ای خدا. بهاءالدین، در امر خیر حاجت هیچ استخاره نیست، تو زودتر با یادگار حرف بزن. حرف میزنم عزیزم، ولی باید ببینم این دخترم دلش میخواد یا نه. به نظرم که میخواد. آره، بهتر از آقا شاهین از کجا میخواد پیدا کنه؟ این جیوانم برای بیرون بردن بچه ها وقت گیر آورده. گفت آبجی، بچه ها خیلی وقت بیرون نرفتن. فرفری اینقدر خوشحال شد که نگو. آفرین به جیوان. آره، امروز هم تو خونه خیلی ماجرا داشت. ساکت شد دیگه. حسرا، بهاءالدین یه دقیقه بیا. کجا؟ بالا. واسه یه چی؟ خدا عجب. زبون به دهن بگیر دیگه. واقعا خیلی خوشگله آبجی. یادت میاد بچگیامونی همچین گردن بندایی داشتی؟ مگه میشه یادم نیاد؟ میدونم کاملا یادمه، ولی تا الان هیچ خوشخنده‌ای نداشتم که اسمم رو برنج بنویسه. این برای توه، این قدیما. ممنون. بیا اینجا ببینم خوشخنده من. چی کار میخوایی بکنی؟ میخوام حرکاتو موزون برم. جیلان؟ داداش. جیلان، اینا رو از کجا پیدا کردی حسنا؟ از زیر شیربونی دیگه بهاءالدینم، صبح که بهت گفتم. ببین، لباس یا عارفه، پاپوشه ی جیلان. اینا رو هر روز نگه داشتی؟ آره، اینو ببین، جلیقه ی عارفه رو ببین. ای خدا، منتظر پسر بودی. آره، میگفتیم اسم بابا بزرگ عارفشو میذاریم روش. ببین، جیلان این لباسشو اصلا در نمی آورد. خیلی قرتی بود. هنوزم همونطوریه. حسنا، پیشبندش، سربندش، همه چیز بچه آباد است بگیره. اون گهواری عارف از شکست است، باید درستش کنم. اونم جیوان برده داده درستش کردن. ای خدا،
نمیخواستم بگم ولی امروز تو اتاق زیر شیروانی یه نوشته ای که یادگاری بابا بزرگ شهابم بودم پیدا شد. ما فکر کردیم چیز با ارزشیه، رفتیم پیش طلا فروشی ولی چیزی دستمونو نگرفت. من که بهت گفتم خودم درستش میکنم اصلا. آره گفتی. بیا. این چیه؟ نوشته ای بابا بزرگم. هیچ کار خدا بی حکمت نیست بهاءالدین. ما امروز بی دلیل این نوشته رو پیدا نکردیم. میدونی روش چی نوشته؟ چی نوشته؟ به خانه ما شادی و به کاشانه ما اتحاد عطا فرما. این دعا برای خونه است. حسرا ما تو این خونه چه روزایی که نگذروندیم. این خونه فقط خونه ما نیست، گذشتمونه. من به تو اعتماد کامل دارم، اینم پشت سر میذاریم. من و تو تو همین باغچه با نوه هامون حسابی بازی میکنیم. وای همه اینا مال من انداداش جیوان. آره دیگه خوشتیپ، اینا غنیمتن، اموال اون یکی کشتی. بیا یونس. مراقب باشی. مراقب باش پسرم، آروم برو. الو آقا شاهین سلام، گلکمم، از آلونا تماس گرفتم. رستوران جیوان؟ بله، یعنی دیگه مال اون نیست ولی همونجا. چرا؟ چی شده مگه؟ جیوان کارش رو ول کرد. خبر ندارید؟ نه. داره میره ایتالیا. داره بر میگرده؟ نمیدونم، یعنی از اونجایی که داره با یادگار میره. با یادگار؟ یعنی چی؟ کی؟ همین روزا احتمالا. من فکر میکردم شما خبر دارین از این ماجرا. نه من خبر نداشتم. مامان حالا نقاب دوز دریایی ما چیکار کنم؟ خب میخواستی تو دریا نندازیش پسرم. خیلی خوب باشه، فردا واسط یکی دیگه میگیرم، نگران نباش. خیلی خوب، شما برین تو، منم الان میام. باشه مامان. برین برین عزیزم. شب بخیر. شب بخیر شاهزاده خانم. شب بخیر. خب چی میگی؟ خیلی خوشحال شدم. بهت قول میدم با بچه ها کنار بیاییم. ممنونم. بیا بریم. بریم. شب بخیر. شب بخیر. جیوان صبح بخیر. صبح بخیر، زود بیدار شدی. اصلا نخوابیدم که. منم نتونستم بخوابم.
از هیجان خوابم نبرد. امشب میریم. امشب؟ آره، اینا بلیطامونن. ظهرم میرم پاسپورتامونو میگیرم. منم یه نامه واسه آبجی می نویسم، همه چیو بهش توضیح میدم. شاید اینطوری عصبانی نشه. عصبانی؟ نه بابا، نمیشه. چی گفته بودیم یادگار؟ گفتم بریم اونجا، پولم هم میگیرم، شاید به درد شوهر خواهرم هم بخوره. اما ببین، باید قول بدی امروز هر چی گفتن گوش میدی. گوش میدی. خیلی خوب، هر کاری بگن میکنیم. باشه باشه. مگه قرار نبود این بار به فکر خودت باشی؟ چی کار کنم جیوان؟ خانواده رو دوش تو بهادی. کاری که تو بخوای انجام بدی و نه من و نه الماس بهش اعتراضی نداری. وکالت نامه که تو دستته، اگه لازمه که خونه رو بفروشی بفروش، هر کاری لازمه بکن. شوهر خواهر این وقت روز چی کار داره؟ نمیدونم. چند وقته با عمه صالحه همش پچ پچ میکنه. مامان اومدم. یه چیزی به این یونس بگو دیگه مامان. که این نقابه دوست دریایی برام میگیری مامان. داداش جیوانت وسط گرفت پسرم، چرا انداختیش دریا؟ نمیخره آبجی یارن بسته. خیلی خوب خیلی خوب، میگیرم باشه. بیا بریم صابونه بخوریم. ولی باید از همون بگیری. باشه از همون میگیرم. بیا دمپاییت کجا؟ اینجا. بیا بپوششون. یکم کجه حسنا، یکم بکشیدش راست. نه نه کچه، چپ 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 خودت دخترم. هی چپ تو راست من میکنی. عمه گیج شدیم دیگه. خوبه دیگه هاچی، کجش نکن. کجش نمیکنم آبجی، خیلی خوب دیگه، خوبه درست شد. آره خوبه خوبه. بریم. آی از صبح شکم گشنه داریم کار میکنیم. تازه از خواب بیدار شدیم. خب بچه میخواد دیگه. عمه اگه قدیم بود با اینقدر نونم سیر میشدم. صبح خیر. یونس خان، امروز میخوایی چند تا پیرشکی بخوری؟ هشتا. بشقابتو بدی کنارش یه پیازچه و یه دونه لیمو هم بخور. به منم بده. باشه میدم. ببینم فرفری دیشب چطور بود. بده. خوب بود آبجی، جاتون خالی. دوتا میذارم. داداش جیوان ما رو گردون. کجا رفتی؟ هیچ جامه، همینجوری گشتیم. ظاهرن دیر برگشتی داره یادیگا. وقتی اومدیم همه خواب بودن، ولی خیلی دیرم بر نگشتیم. دخترها هم دیر برگشتن حسنا. تو این خونه معلوم نیست کی میخوابه. مواظب باش دیگه یونس جان. ای سب کن ریخت. وایسا ماما. بیا بشین دخترم، بیا. قراره کجا بریم؟ روی بلیط اسم ما نوشته شده. چه بلیطی میخواستی باشه آبجی؟ بیا بریم یونس جان، لباستو عوض کنم. این لکه اینطوری پاک نمیشه. بیا تو هم. بیا دخترم. چرا؟ بیا دخترم. یعنی چی واسه این چیه؟ بیا برو دیگه، برو دخترم، برو. خیر باشه آبجی. چایی بیار. حسنا با هاش حرف زدی دختر؟ در چه موردی؟ در مورد چی میخواستی باشه دخترم؟ آلتین داغ دیگه. ها نه عمه، وقت نشد. تازه به بهایدینم گفته بهش چیزی نگید. تو بازم ببین مزه دهنش چیه. طرف تا دم در خونه اومده. خب آره، میگه میخوامش عمه. اونو ولش کنید، یادگار چی میگه؟
میدونید که اونم این من تو داره. دخترها بیدار نمیشن آبجی، خیر باشه. یه دقیقه واسه اینو بخورم. جیلان، 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 تو هم چسبیدی به این فیلم نامه، ول نمی کنی ها. تو چشمام نگاه کرد آبجی، دیشب همچین تو چشمام نگاه می کرد. من فکر می کردم این چیزا فقط تو رمان هاست، نگو واقعا قلب آدم از جا کنده میشه. چقدر عالی جیلان جان، تاریخ عروسیشون هم جیلان انداختن ولی تو هنوز قلب داره واسهش کنده میشه. من که کاری نمی کنم آبجی. دوستش داره دیگه جیلان. خب تو دلمه. دل و این چیزا رو ول کن، جدی میگم، دارن ازدواج میکنن، بعدا ناراحت میشی ها. اصلا این کار در شأن تو هست آخه خواهر من. باشه درست میگی، تو شأن من نیست، منم دارم سعی میکنم فراموشش کنم، اما یه دفعه نمیشه دیگه، نمیشه. چی کار کنم؟ فراموشش میکنم. باشه قول میدم. کار میکنی دایی؟ هیچی دایی جون، کاری نمیکنی. نمیای صبحانه بخوریم دایی؟ میام. یارین جان، یونس جان، الان میخواییم واسه اولین بار تو زندگیتون سوار هواپیما بشین. هم هدیه کارنامه یارین میشه، هم گردش. میریم ایتالیا. آره ایتالیا، یه هفته. واسه اولین بار میخواییم بریم یه جای دیگه، اونم با هواپیما. آره. به منم تو هواپیما جا میدن مامان. معلومه که میدن پسرم، این چه حرفیه؟ همه جا دارن دیگه مامان. آره، باز مجبور نمیشیم تو بغل هم بشینی؟ نه مامان جو، مجبور نمیشی، اون واسه وقتی بود که داشتیم از آنتب میومدیم. باشه. خیلی خوب، فقط یه چیزی ازتون میخوام، تا شب نباید در این مورد به کسی چیزی بگین. چرا؟ بهتون میگم، ولی فعلا یه رازه، بین خودمون میمونه. باشه؟ باشه. آها، نباید به کسی چیزی بگین یا لو بدین که قراره بریم. قول میدی؟ قول. قول. خیلی خب، پس دیگه تمومه. آفرین عزیزه یه دلم. چی شد یادگار؟ بهشون گفتم. چی؟ چی کار کنم جیوان؟ یارم بلیتامونو دیده، چی کار میکردن؟ یعنی چی که چی کار میکردن یادگار؟ خب الان میرم به همه میگم. نه نه چیزی نمیگن، به هم قول دادن، تازه فهمیدن چی به چیه، نگران نباش. باش. بازم نوشه جونتون. صبح بخیر. صبح بخیر جیوان جان. ها چیک به جیوان پیرشون. ممنونم آبجی. یارن جان بلیتا چی بودن؟ هیچی چیزی نبودن آبجی. بروشور بودن خاله حسنا، من اشتباه دیدم. خدا بگم چی کارت نکنه. وای وای اداهاشو ببین. چی شدی فرفری؟ هواپیما. چه هواپیمایی پسرم، بشین ببینم، بشین صابونت رو بخور. بذار رو نونت مربا بزنم فرفری. بیا بیا یکم هم از این بخور. هلیکوپتری یا هواپیمایی مسافر بری؟ هلیکوپتر. بالاشو ببینم. چی بالاشو؟ دارید کجا میرید آقای هواپیما؟ ایتالیا. چه ایتالیاییونه؟ اینو بخور ببینم پسرم، منو دیوونه نکن. ایتالیا دیگه از کجا در اومد پسرم؟ کشور داییشه دیگه. نه بابا چه ربطی داره؟ هیچی رو هم فراموش نمی کنه. نه حسنا، هرچی میگی رو یادش میمونه. ای خوشتیب، هواپیما دیگه تموم شد، الان کامیون میشیم. پسرم هواپیما و کامیون این چیزا رو ول کن، صابونت رو بخور. بهشون نگفتم که. چی رو؟
من میرم باز میکنم. عمه الماس. کیه؟ صبح بخیر الماس. آقا قاسم. بفرمایی خانم. صبح بخیر. چیزه، رفتار دیروز مناسب نبود، معذرت میخوام. این چه حرفیه؟ بله، شما وقتی گفتید من نمیتونم هر وقت دلم میخواد بیام بیرون، حق داشتین. من حرف اشتباهی زدم، شرمنده. آقا قاسم، اجازه بدین اشتباهمو جبران کنم. چجوری؟ الماس خانم. بله. باز یه دست گل زده زیر بغلش اومده. هر روز خدا میاد اینجا، هر روز خدا. حسنا چی بگم؟ مامان میشه سوده اینا بیان با هم دیگه بازی کنی؟ سوده رو الان میخوای چیکار؟ نه فرفری، قضیه عمه یه چیز دیگه است. حسنا. اوه عمه، دیروز لاله، امروز بابونه. آقا قاسم هم حسابی به اینجا عادت کردن. و این بار قصدش جدیه دخترم. یعنی چی؟ شب میخواد بیاد با بهاءالدین حرف بزنه. با بابا؟ آره. واسه چی؟ واسه چی میخواستی باشه حسنا؟ واسه سوده؟ نه پسرم، چه ربطی به سوده داری آخه؟ واسه چی؟ خودت بفهم دیگه ساله. چی رو بفهمه عمه؟ عمه؟ نکنه میخواد چیز کنه. آقا قاسم داره میاد خواستگاری همه. راست میگه عمه. چی میخواد؟ خدای من. ببین داداش مسعود، قشنگترین حرفو باز خانومم زد. این خونه گذشته ماست، زندگیمونه، عمرمونه. گفتم میفروشم. آره گفتم، ولی خب میدونی شرمنده شدم. حق داری اوستا، چندین سال اونجا زندگی کردید، فروختنش راحت نیست. درسته. ولی این آقا یه پیشنهادی داره، اگه میخوای پیشنهادشم گوش کن. بفرما برادر. بگو. اوستا بهاءالدین، من تو آنتالیا زندگی میکنم، نمیخوام بیام تو این خونه زندگی کنم، میخوام سرمایه گذاری کنم. بله؟ اگه میخواید من بخرم و مستاجرم بشید. متوجه نشدم. من میخوام اونجا رو اجاره بدم اوستا بهاءالدین. اگه میخواید به شما اجاره بدمش، یه سال بشینید بعد بیایید بیرون. پیشنهاد بدی هم نیست اوستا، چی میگی؟ علی، این چیه؟ چی کار میکنی؟ به خودت بیا. باشه آنه. چی رو باشه داداش؟ عجبا، شب خیلی خوبی بود مامیر. آره واقعا شب خیلی خوبی بود، خیلی خوش گذشت. نه شیلان تا حالا اینجوری منو نگاه نمیکرد. داداش قربونت برم، تو چی داری میگی؟ تو رو خدا خودتو اذیت نکن علی، واقعا اینجوری داری خودتو اذیت میکنی، من جدی میگم. اونجوری هم نیست داداش، ما هم یه چیزایی حالیمونه. چی حالیت داداش؟ دختره الان با یه ماشین مدل بالا میاد اینجا، اون وقت تو رو میبینم. چی حالیت آخه؟ تموم شد داداش، تموم شد. تو حلقه دستت کردی دیگه، تمومه. خیلی خوب باشه. خاله بدیه. خوش اومدی دخترم. ممنونم. علی پسرم. میشه یکم با هم حرف بزنی؟ برو دیگه داداش. با خودتو. باشه عزیزم، بیا بشین همینجا. چیزه، میشه اینجا حرف نزنی؟ باشه، پس بریم. بیا دختر. صبح بخیر اوستا، خوش اومدی. صبح بخیر پسر.
خوش اومدی بهای دین. ممنونم جماعت. با بونگو در حرف زدی؟ آره حرف زدم. چی گفت؟ ای بابا الان به حسنا بگم میخوام خونه رو بفروشم، حسنا از ناراحتی میمیره. اگه نگم هم از ناراحتی میمیره. این چیه؟ اخترنامه امروز صاحب اومد از طرف بانک. نوشته تو 24 ساعت باید بدهیتون رو بدهید. حالا باید چی کار کنیم؟ الو اون صدا چیه حسنا؟ هیچی بهای دین، از خوشحالیه. داشتیم با عمه ها حرف میزدیم، شب مهمون داریم. چه مهمونی؟ خودمونم غافلگیر شدیم ولی گیر داده میگه میخوام بیام دیگه. مهمونه دیگه، نمیتونیم بگیم نیا. که کی میاد؟ واسه چی میاد؟ واسه خواستگاری. خواستگاری کی؟ آبجیت. کدوم آبجیت؟ دیوونه شدی حسنا؟ آبجی کوچیکت بهای دین، اونی که جوونه، یعنی از تو بزرگتره ولی از عمه صالحه. آبجی الماس. همون. ای خدا این زن سن و سالی ازش گذشته. شما الان خکیم استغفر الله ربی با تو با علی. این دیگه از کجا در اومد؟ کی میخواد بیاد خواستگاریش؟ آقا قاسم گفته بیایم با بهای دین یه قهوه بخوریم و حرف بزنیم، به توافق برسیم. بالاخره دوست و همسایه و آشناست دیگه بهای دین. باشه، هرچی تو بگی بهای دین. باشه بهای دینم. خیلی خوب عزیزم، روز خوش. حسنا چی گفت؟ چی گفت؟ حسنا چی گفت؟ گفت بیا. مبارک هممون باشه، برید حاضر شید. مبارک مبارک. تمومه دیگه، تمومه. خاله بهی، من نمیخوام چیزی از هم پنهان کنم. کار خوبی میکنی دخترم. من از همون اول قضیه جیلانو میدونستم، ولی با علی حرف زده بودم، گفتم اشکالی نداره، فراموشش میکنه، بالاخره داریم ازدواج میکنیم. همینطوره دیگه دخترم. آره ولی ولش نمیکنه. کی؟ جیلا. بهش پیام میده که بیا همدیگه رو ببینیم. دیروز رفتن بایرام اغلو، رفتم اونجا با هم دیدمشون. دیدیشون؟ آره ولی اونا منو ندیدن، زود برگشتن خونه. چرا خب میرفتی پیششون دیگه دخترم؟ چطوری میرفتم خاله بهیه؟ بعد چجوری تو چشمای علی نگاه میکردم؟ دختر حسناس دیگه میخواستی چی کار کنه؟ من نمیدونم چقدر دیگه اینطوری دووم میارم. باید دووم بیاری دخترم. این چه حرفیه؟ علی من گناه نداره؟ نمیدونم، اونم باید دیگه تصمیمشو بگیره. اون خیلی وقت تصمیمشو گرفته، تو نگران نباش. جوونه، خامه، کلش باد داره، ولی تو خیالت راحت باشه. اگه به من میگن بهیه، این قضیه رو حلش میکنم. باشه؟ تو هم عجب ناقلایی بودی یا عمه. وقتی گفتم من هر وقت تو بخوای نمیتونم بیام بیرون آقا قاسم، خودی صبح پا شد اومد دم در. آره اگه یکم دیگه از این حرفو میزدی کوهو برای جا بی جا میکه. استغفر الله. مرد خوبیه دیگه، راه و رسم همه چیو بلده. تو ساپانجا هم برام تاج بابونه درست کرده بود. اونو من درست کرده بودم عمه، واسه یادگار. ماما ما دیگه داریم کجا؟ کجا میخوای بریم؟ رستوران دیگه. یکم دیگه صبر کن، میخوان بیان خواستگاری عمه. الان؟ باشه ولی چه ربطی به ما داره آخه؟ نداره دخترم، به تو یکی که هیچی ربطی نداره. واسه دوتا عمه ها هم خواستگار پیدا شد ولی تو هنوز با گرم کن میگردی. ماما عرفه ای بی دخترم، مگه من چی گفتم آخه عمه؟ ببین هنوز داره حرف میزنه. باشه مامان، حالا تو یکم بیا بشینیم آبجی جون، بیا. باشه ولی من الان چی کار کنم آخه جیلا؟ بیا این گلا رو جابجا کن، لوس دارم تمیز کن، فرش رو جارو بکش، یه کاری بکن دیگه دختر.